سلام، وقت بخیر. به برنامه نیم نگاه با من چراغ‌علی صدیقی خوش آمدید. اون چی که میدونید پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در 23 و 24 ماه میزان با حضور نمایندگان و کارشناسان بیش از 20 کشور جهان برگزار شد. برای معلومات بیشتر در این زمینه مهمانان را در استودیو با خود داریم: محمد فرامرز، آگاه مسائل سیاسی، ضیا رفا، روزمنگار و دو تن از فعالان مدنی رو با خود داریم که در پایان میتواند جزئیات و سوالات خود را از فعالان از مهمانان برنامه داشته باشیم. آقای فرامرز، میخوام از اینجا شروع کنم. در نبرد با شورشیان مسلح در ولایت‌های همجوار جریان دارد. چنین کنفرانسی گفتگوی مهمی در هرات برگزار شد، میتونه چی پیامدهایی داشته باشه؟ تشکر از شما. من عرض سلام و خسته نباشید دارم خود حضور شما و همچنین مهمانان عزیز. با توجه به سوال شما باید بگیم که درست است که ما پنجمین نشست در هرات داشتیم، پنجمین نشست امنیتی در هرات و برای پنجمین بار بود که در هرات برگزار شد. اما ما در ولایت‌های مختلف که در عین زمان جنگ‌ها جریان دارد، در ولایت فرا همزمان جنگ جریان داشتند، در ولایت هلمند، در ولایت پکتیکا و همسال هم، تنها مؤثریتی که میتونه داشته باشه تنها مؤثریت ای فقط نقطه جغرافیایی که ما میتونیم در نظر بگیریم فقط در افغانستان برگزار شد. فکر کنم اینستیتوت مطالعات استراتژیک توسط آقای مرادیان رهبری میشه. خب تا حال ما مؤثریت خاصی از این نشست امنیتی در افغانستان نداشتیم، یعنی با وجودی که ما در خود هرات مشکلات امنیتی داریم، فقط در زمانی که این کنفرانس برگزار میشه فقط ما در همین زمان ما امنیت نسبی را داریم در هرات و در صورتی و در محضی که این کنفرانس تمام میشه خب امنیت بازم در هرات اختلالات به هم میخوره، یعنی اختلالات داخل امنیتی میآید و همچنین هم چکبان هایی که در دروازه های شهر ایجاد میشه اونها پس از بین میره. یعنی من مؤثرات خاصی را تا حال ندیدم از این نشست امنیتی. خب آقای رفا، چین کنفرانسی هم مثلا در هرات برگزار می شود، این میتونه چقدر مؤثر باشه به افغانستان بی وجه در خود هرات؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و مهمانان گرامی در برنامه. مؤثریت چنین کنفرانس ها فقط از یک بود میتونه باشه و اوی هم که چنین کنفرانس های وقتی که دایر میشه عموما کارشناسان از حوزه های مختلف اشتراک میکنن و آسیب شناسی میکنن و این آسیب شناسی میتونه یک مؤثرات خوبی داشته باشه و هرگاه این آسیب شناسی جنبه عملی نگیره و مجریان قانون به شکل عملی این آسیب شناسی ها به شکل عملی کار نکنن سر از او، باور ندارم که به شکل درست از او مؤثریت داشته باشه. پنجمین کنفرانسی که به تاریخ 23 و 24 ماه میزان در هرات برگزار شد، جمع کثیری از روشنفکران، تحلیلگران نظامی، تحلیلگران مسائل سیاسی از کشورهای مختلف و از مؤسسات مختلف گرد آمده بودند و بحث های زیادی داشتند در این مورد. از هر لحاظ بالاخره ما میتونیم به این چشم دیدی خوبی داشته باشیم، یعنی میتوان به امیدوار بود بالاخره به هر نوعی که هست در چنین شرایط وقتی که تعداد زیادی از روشنفکران گرد میان و راهکارهای ارائه میکنن طبعا بدون مؤثریت هم نیه. اما با توجه به شرایط فعلی افغانستان که ما و شما در او میبینیم، هر روز وضعیت امنیتی خرابتر شده میره و طبعا بحث سر از این میشه که چرا وضعیت امنیتی هم خرابه. دلایل متعددی داره که چرا وضعیت به این حالت قرار داره، اما با آن هم با همین شرایطی که وضعیت هر روز خراب شده میره باز هم این یک امیدواری هست برای مردم که بالاخره کسانی هستند که به فکر ازی هستند راهکار ارائه کنند، راهکارهای بهتر ارائه کنند که امنیت به طور نسبی بهتر بشه. دلایلی میتونه داشته باشه؟ خب شما ببینین وقتی که جمع کثیری از روشنفکران گرد میآیند، بحث میکنن و سر نقطه هایی که دولت از اونها آسیب میبینه و بحث و تبادل نظر صورت میگیره که چی چیز باعث شد که امنیت به این حد گسترده بالاخره خرابتر شده بره، و این خودی جنبه مثبت داره، باید آسیب شناسی صورت بگیره. آیا بیکفایتی ماموران یا مسئولین نظام بوده که امنیت به این طور خراب شده، یا اینکه
کار از جای دیگری بالاخره میلنگه. شما هم شاید متوجه بوده باشین در این کنفرانس سفیران پاکستان در افغانستان یا مسئولین استخبارات پاکستان در افغانستان هم حضور داشتن، اونها هم سخنان جالب ارائه کردن. مثلا وقتی که بحث از این میشد که پاکستان در امور داخلی افغانستان دخالت میکنه، اونها هم حرفای میگفتن و دفاع میکردن، میگفتن اگر پاکستان دخالت میکنه در امور افغانستان، افغانستان هم گاهی اوقات در امور داخلی پاکستان دخالت هایی کرده. یعنی خود باعث شد که این کنفرانس که تبادل نظر از هر دو طرف، هم از جانب افغانستان و هم از جانب کشورهایی که بالاخره انگشت انتقاد به سر آنها همیشه وجود داره که اونا در امور داخلی افغانستان دخالت میکنن، بحث صورت بگیره. اونها هم دلایل ارائه کنن که چی چیز باعث شد که اونا در امور داخلی افغانستان دخالت کنن. حداقل مردم از این آگاه میشدن که کی در امور داخلی آنها دخالت میکنه و چرا. تشکر. آقای فرامرز، شما گفتین که چنین نشست های نمیتونه، ما دستاورد دو دیده نمیتونیم. هدف واحد مشخصی گفتگوها و دستاورد های عملی و عینی در افغانستان چی میتونه باشه؟ چون امروزه در افغانستان پنجمین دوره که برگزار شد. تشکر از شما. قبل از که به جواب شما بپردازم، سخنان آقای ضیاء رفا را میخوایم کمی نقد بکنم. یکی، آقای رفا میگن که یعنی روشن فکران با جمع میشن و گرد هم میان و میشینن در رابطه با امنیت و او چیزی که باعث ناامنی در افغانستان و خصوصا در منطقه و افغانستان میشه اینا رو بررسی میکنن. یکی بحث نشستن هست و یکی بحث مؤثریت و مفید هست. یعنی ما شاهد پنجمین نشست در هرات هستیم، شاهد پنجمین نشست امنیتی هستیم، ولی هیچ مؤثریت رو ندارم، ندیدیم تا حال، ندیدیم از اینا. درست است برای پنجمین بار از 120 نفر از 20 کشور جهان آمدن داخل افغانستان، بحث کردن، خلاصه روشن فکر بودن، اینا بحث کردن، ولی هیچ مؤثریت نداشتن. ها مؤثری فقط از در بخش مثلا ناامنی که مثلا در هرات به وجود آمده بودن، اینا کدام بحثی نداشتن، چون برای پنجمین بار در هرات اینا نشست داشتن، امنیت هرات را مورد بررسی قرار ندادن، امنیت افغانستان را مورد بررسی قرار ندادن، مثلا این ناامنی هایی که اخیرا در افغانستان شده اینا رسما مورد بررسی قرار ندادن، فقط همه مشکلات امنیتی و سیاسی که در منطقه وجود داشتن روی از اینا فقط بحث کردن. و برای مردم، برای خود مردم هرات مثلا در می دو سه روزی که اینا کنفرانس را مثلا ایجاد کرده بودن، یعنی بحث داشتن، فقط از نگاه اقتصادی اما دکانهایی که فعال و فعال از اینا بودن، اینا کاملا ضربه اقتصادی دیدن. برای دو سه روز کاملا دکانهای از اینا بسته بود و برای از اینا خیلی مضر تمام شد. و در این حال ما هیچ نتیجه ای رم در طی پنج سال ندیدیم از اینا. بله، تشکر. شما گفتین که در این بیشتر به چون از نامش مشخص است که کنفرانس امنیتی عنوان شدن، یعنی شما به این نظرین که در اون چیزی از امنیت گفتگو نشدن، به چی موضوعاتی؟ اگر گفتگو هم شده و بحث هم صورت گرفته روی امنیت، ولی مؤثریت نداشته، یعنی مفید نبوده برای جامعه ما، برای کشور ما مفید نبوده. تشکر. بینندگان عزیز، یک وقفه کوتاه می‌بینیم، دوباره برمی‌گردیم. بینندگان عزیز، دوباره خوش آمدید به برنامه. با گفته های مهمان های عزیز که داشتن در اینجا از فعالان مدنی که میخواین سوالات و نظریات که داشته باشن از مهمانان برنامه، دقیقا نام کسی که پرسان میکنه او رو بگم. تشکر. یک سوال ما داشتم از آقای رفا. آقای رفا گفتن که نماینده های از پاکستان و از 20 کشور می جمع میشه در دور هم در ارتباط به همین موضوع صحبت میکنه، دقیقا گفتن که میتونه مشکل رو حل کنه، اما در طول 5 سال همین حرفا از نماینده پاکستان و از نماینده دیگه کشورها هم در افغانستان شنیده شد اما جدی گرفته نشد. به نظر شما چرا چون این مسئله ها در افغانستان جدی گرفته نمیشه؟ تشکر جناب آقای مظفری. 120 کشور و نهاد مختلف در این نشست امنیتی حضور داشتند.
من نگفتم که اینها وقتی که حضور به هم میرسنن یا چنین نشست های برگزار میشه حتما مشکل افغانستان حل میشه. اینها هم بحث های داشتن در مورد این که مشکل افغانستان خیلی گسترده تر و وسیع تر از این چنین نشست های. اگر این پنجمین دور گفتگوهای امنیتی در هرات بود، ما مانند از این کنفرانس ها خیلی مهمتر و در سطح بزرگتر در سطح دنیا داشتیم. مثلا کنفرانس لندن بود، کنفرانس بروکسل بود، آنها هم کارهای نتونستن انجام بدن. به هر حال از یک دید ما بر این امیدوار هستم و به جنبه مثبت نگاه میکنم و این که بالاخره با آن که فضای امنیتی خیلی خراب هست، باز هم ما توانایی از این داریم که یا کسانی در افغانستان توانایی از این دارن که کسایی که بالاخره اونها همیشه در امور داخلی افغانستان دخالت کردن اونها رو میتونن به میز مذاکره بنشانن و بالاخره از آنها پرسان کنن که چی چیز باعث شد که شما در امور داخلی افغانستان دخالت میکنند. من فقط از همین لحاظ میگم که من برای از امیدوار هستم و یک جنبه مثبت هست، در حالی که قطعا آنچه که آقای فرامرز گفتن ما با اینا موافقم. این فقط یک نشست امنیتی بود. آن کسانی که در این نشست حضور داشتن کسایی بودند که مجریان قانون نبودند، فقط تحلیلگران مسائل سیاسی بودند، نظریه پردازان بودند، استادان دانشگاه بودند. فقط اینها راهکار ارائه میکردند، نه اینکه آنها مجریان قانون بوده باشند یا وزیران یا بالاخره مسئولین امنیتی بوده باشند. که در تمام دنیا معمول هست زمانی که روشن فکران یا کسانی که از اهل نظرن اونها راهکار وقتی ارائه میکنن، باز بعدن مسئولیت دولت هست که دولت راهکار اینها رو به جنبه به شکل عملی از تطبیق کنه. موضوعات خیلی مهم و اساسی در مورد مسائل مختلف بحث شد، مثلا در مورد داعش بحث شد که داعش چگونه گروهی است، آیا در افغانستان میتونه این گروه به شکلی که طالبان فعالیت کردن اونها هم فعالیت کنن یا خیر. در مورد بحث شد که ایران تا چه حد در امور داخلی افغانستان دخالت میکنه، آیا واقعا دخالتی وجود دارد جانب ایران یا نه. اینها همه موضوعات خیلی مهم و اساسی بود که من فکر میکنم که اگر دولت مردان بالاخره آنچه که اینها راهکار ارائه کردن، دولت مردان اون رو به شکل جدی بگیرند و نظریات این تحلیلگران و این نظریه پردازا شنیده بشه، من مطمئنم که ما میتونیم در شرایط بهتر زندگی داشته باشیم. مثلا از پاکستان کسانی که اشتراک کرده بودن، از خبرنگاران گرفته تا تحلیلگران مسائل سیاسی، اونها هم انتقادات به سر نظام پاکستان داشتن و میگفتند که مردم پاکستان همیشه همراه مردم افغانستان بودند و همیشه هستند، اما گاهی اوقات دخالت های از جانب نظامیان پاکستانی در امور افغانستان صورت میگیره. آنها هم انتقاد میکردن. خب اینها همه موضوعاتی بود که بالاخره به شکل روک و پوستکنده گفته میشد در این نشست و موضوعاتی بود که باید مردم هم از آنها آگاه بشن. از جانب افغانستان هم کسانی بودن که میشه بالاخره موضوعات سیاسی تحلیل کردن، اوضاع امنیتی تحلیل کردن. اما در کل ما و شما میفهمید که وضعیت امنیتی خراب هست، بالاخره همه میدانن، و این خرابی اوضاع امنیتی تنها با یک نشست حل نمیشه. همه میدانن که بالاخره کی دخالت میکنه در امور افغانستان، چی گروه های هست و او گروه ها کی حمایت میکنه. پاکستان همیشه در امور داخل افغانستان دخالت کرده، پاکستان منبع تمویل تروریسم بوده و بالاخره باز از جانب دیگر به پاکستان هم کی پول میده. معلومه که دولت آمریکا سالانه 8 میلیارد دلار به دولت و نظامیان پاکستانی پول میده. دولت آمریکا باید فشار بیاره سر پاکستان که بالاخره پایگاه های تروریسم یا تروریست ها از پاکستان معنا بود. تشکر. دوست دیگه مگر سوال داشته باشه؟ من سوال داشتم و بهش متوجه آقای فرامرز میشم. اول اینکه آقای فرامرز شما گفتید چین ته پنجمین نشست در سال پنج نشست برگزارش موثریت نداشتن. شما چه راهکاری را برای مشخص میکنید که این مادی تاثیرگذار باشه یا عملی شود بالای هرات یا بلایت همجانب هرات؟ و سوال دومی که شما گفتید در عین نشست یا کنفرانس دوکاکین اطراف یا مزاحم کسب و کار اشخاص شده بوده، در رابطه با چی کرد برای از این بیان چنین مزاحمت هایی؟ تشکر شما آقای احمدی. قبل از اینکه من راهکار خود باید بگم که اولیم که میخوایم سیاستی که در افغانستان جریان داره یا جریان سیاسی که فعلا در افغانستان حاکم هستی را باید میخوایم برای شما بگیم. متاسفانه جریان سیاسی که فعلا در افغانستان جریان داره به دست خود افغانی نیستم، اینی از یک جای دیگری آب میخوره اینا.
و همچنین دخالات هایی که از کشورهای همجوار ما داریم، خصوصا ایران و پاکستان، اینا دخالات های خود از همو طریق، از همو منبعی که هم جریان سیاسی هست، از همو منبع میاد، مثلا از داخل افغانستان و جریان های سیاسی افغانستان رو مختل میسازم. ای تا زمانی که ما نتونیم سیاست خود را و جریان سیاسی خود را ما خود افغانی ها در دست خود نگیره، هیچ وقت ای نشست های امنیتی مؤثر تمام نمیشه. و راهکاری که ما برای شما باید بگم که راهکار ما ایست که زمانی ما میتونیم خب این نشست ها را نتیجه مفید و مؤثر را میتونیم داشته باشیم که خود این نشست ها بین خود احزاب افغانی باید ایجاد شود. از احزاب افغانی باید ایجاد شود و تمام اختلافاتی که حالا در افغانستان ما داریم، چی قومی، چی زبانی، چی مذهبی هست، فلان جریان داره، خب خود همه اختلافات مبنای تمام از اختلافات خود همین احزاب سیاسی در افغانستان هست. و ما داشتیم در جنگ 30 سال گذشته داشتیم همین جنگایی که به وجود آمد، تمام احزاب در اینا دخیل بودن، فرق نمی‌کرد و هیچ کشور، مثلا درست از کشورهای خارجی اینا تمویل می‌شدن، اما خود اینا باید یک کار بکنن که مثلا خود اینا همین جریان سیاسی خود را از دست بگیرن. و سوال در پاسخ دوم سوال شما باید بگیم که نه، جایی که اینا برای برگزاری چنین کنفرانس های انتخاب کردن واقعا جای مناسبی نیستن. جایی هستن بین مردم، مثلا جای دورتر از جای کسب و کار باشه، یعنی جای دورتر از اینا باشه که اینا باعث مانع کسب و کار دوکاکین یا اطراف اونا نشوند. تشکر. آقای رفاق، شما گفتین که موضوعات مهم در این کنفرانس بحث شد، چون که مردم همواره انتقاد کردن در شبکه های اجتماعی این پنجمین دور هستند که برگزار می شود، نتیجه کنفرانس چی می تواند باشه؟ تشکر. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، در مورد فرمانده آقای فرامرز باید بگم که من باور ندارم که در چنین کنفرانس های باید نماینده های احزاب سیاسی در افغانستان دعوت بشن. چرا؟ ما تو در سالهای متمادی احزاب در افغانستان به گونه مسالمت آمیز زندگی کردند، سیاسیون در با هم دیگر زندگی خوبی داشتند. اصل مشکل از جای دیگریه. اگر شما در چنین نشست‌های نماینده‌های پاکستان، نماینده‌های ایران دعوت نکنین، طبعاً سوالاتی که متوجه این کشورها میشه بی پاسخ میمونه. در چنین نشست‌های باید آنها دعوت بشن، آنها سوال کرده بشن که بالاخره چرا آنها در امور داخلی افغانستان دخالت میکنند. احزاب در افغانستان اگر اختلافات داشتن از جانب این پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها بودن، این پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها بودن که پول دادن به احزاب افغانستان و احزاب گردن هم انداختن. و در مورد سوال شما چه نتیجه داره چنین نشست های، ما نمیتونیم به کوتاه مدت نتیجه چنین نشست های حس کنیم، اما طبیعی است که وقتی که راهکار ارائه میشه و راهکار جدی گرفته شوه نتیجه ملموسی داره. اما فراموش نکنیم که ما شما زیر چتر یک نظام زندگی میکنیم که اون نظام مشروعیت لازم نداره و اون نظام همه میدونیم که از جانب چی کسی تعیین شده و چی کسی انتخاب شده. نظام مردم سالار نیست، پس پاسخگو برای مردم نیست. وقتی که سردمداران نظام به گونه انتصابی از جانب وزیر خارجه آمریکا انتخاب بشوند، طبیعی که اونا نه به چنین نشست های اونا پاسخگو هستن و نه برای ملت اونا پاسخگویند. بنابراین به زودترین فرصت، به کوتاه مدت ما نمیتونیم از اون نتیجه بگیریم. به هر حال بازم به امیدوار به این هستم که حداقل کسانی هستن در افغانستان دلسوز هستن و به فکر ازی هستن که راهکار ارائه کنن که ما از همین منجلاب و از همین بدبختی بالاخره رهایی بخشیم. اما بازم به خاطر ازی که نظام مردمی نیه و مردم سالار نیست، به ما اساس امیدواری ندارم که به زودترین فرصت ما نتیجه چنین نشست های رو ببینیم. اگر در چنین نشست های مسئولین امنیتی و مسئولین نظام دعوت می شدن و اونا به چالش کشیده می شد و نقطه ضعف های آنها بیان شد، طبیعیه که اونا زودتر اقدام میکردن. اما میدونین که این نشست دولتی نبود، فقط از یک جانب یک نهاد خصوصی برگزار شده بود و او نهاد خصوصی هم از 120 نهاد و 120 نهاد یا 120 کشور کسایی دعوت کرده بود که اونها در نظام اعضای سابق نظام بودن اما فعلا هیچ رولی در همون کشورها ندارن. خب آقای فرامرز، حال هرات نسبتاً امنیت برخوردار است که چند کنفرانس های مهمی در هرات برگزار می شود، یک اهمیت خوبی دارد. محور اصلی خود کنفرانس بخش امنیت و نظم سیاسی در جهان و خشونت در جهان بودند که بیشتر اونجا خیلی ها به یه باور هستند که در جهان کنونی چنین نظمی وجود ندارد که یک کشور که نوسامانی وجود باشد او را بتاند نظم بدهد. حال بیشتر در این کنفرانس برخ کشورها برخ را متهم کردند و بر علیه دیگر کوبیدند و گفتند که اینا از توریستان حمایت میکنند و برخی ها کس در
گفتن که ما مبارزه میکنیم، افغانستان میتونه موثر باشد از همین کشورهایی که تروریست حمایت میکنند؟ تشکر. خب قبل از اینکه به جواب بدم سوال شما را، میپردازم به صحبت های جناب آقای رفاق که گفتن که آقای فرامرز فرمودن که در رابطه با احزاب سیاسی که فعلا در افغانستان هست و اینا نباید ما در همچنین نشست های باید دعوت کنیم و بیاین که اینا در مورد سیاست و امنیت افغانستان باید اینا نخیر، من نگفتم که دعوت نشن، دعوت بشن، اما نباید محور اصلی چنین نشست ها فقط احزاب سیاسی در افغانستان شکل بده، یا همه اعضای این نشست باید احزاب سیاسی در افغانستان باشه. درسته. خب من میخوام امیر کامل کنم، من گفتم یک جریان سیاسی دارم و یک احزاب سیاسی در افغانستان دارم. خب همین جریان سیاسی که فعلا در افغانستان جریان داره، ای به دست خود افغانی نیستم و این جریان سیاسی باید به دست خود احزاب سیاسی و فعالیت‌های سیاسی که میکنن، این باید به دست خود افغانی، خود احزاب سیاسی که در افغانستان هست، اینا باید به دست خود از اینا باشن. به طور خلاصه بگین که خاطر وقت کم است. خیلی خوب. زمانی که ما اگر احزاب سیاسی افغانستان را، اگر اینا رو ما سر هم نتونیم و اینا رو گرد هم نتونیم و بیاین مثلا اینا با هم کنار نیاین و جریان سیاسی را خود اینا به دست نگیرن، هیچ وقت از هر کشور، از هر نقطه جهان، اگر بزرگترین پروفسورها هم بیا داخل افغانستان و بیا برای ازنا راهکار نشان بده و چنین راهکارهایی برای افغانستان مؤثر تمام نمیشه تا که خود اینا جریان سیاسی رو به دست خود نگیره. خب گفتن که مثلا خود آقای رفم اشاره داشتن که مثلا همین احزاب سیاسی که یا از طرف پاکستان یا از طرف ایران تمویل میشه، طبعا همین رقم هست. اگر اینا خب از تمویل کننده مثلا از او کشورهای پاکستان و ایران مثلا تمویل نشه و خود ازنا بیان سر پای خود استاد بکنه، خب طبعا امنیت نسبی در افغانستان برپا میشه دیگه. تشکر. آقای رفا بنوین، سوال آخر، بس بیشتر مطرح میشه در سوی کشورهای همسایه انگشت بلند هستند که در نشست های دو جانبه و سه جانبه بین افغانستان و هند و پاکستان و افغانستان و هند و ایران برگزار شد. در این نشست ها بیشتر انگشت سر افغانستان بلند است که میگه که افغانستان بیشتر رابطهش با هند بهتر شده. در این زمینه خب پاکستان همیشه این انتقاد داشته و پاکستان و ایران بالاخره همیشه تلاش کردن که سیاست خارجی افغانستان و بالاخره تمام نظام سیاسی افغانستان در اختیار آنها باشه. وقتی افغانستان رابطه دوستانه با هند و یا سایر کشورها برقرار میکنه، طبیعیه که پاکستان خاطر از او آزرده میشه و نمیخواد چنین چیزی داشته باشه، چون در سالهای سال در اینجا نماینده ها یا اجنت ها یا جاسوس های در افغانستان داشته که به نفع آنها کار کردن. یکی گاه اوقات انگشت انتقاد به سوی افغانستان هم مطرح میشه، طبیعیه. جامعه جهانی به افغانستان کمک کرد، در اینجا یک نظام ساخت، بالاخره دموکراسی وارد افغانستان کردن، اما کسانی که در اینجا به عنوان مجریان قانون بودن نتونستن به گونه درستی آن استفاده کنن. میلیاردها دلار در افغانستان به مصرف رسید، اما اینها بالاخره چور و چپاول شد و به راههایی که باید به مصرف نرسید نرسید. طبیعی است که جامعه جهانی هم انتقادهایی داره. در نشست های سه جانبه یا چهار جانبه یا پنج جانبه که بین افغانستان، ایران و پاکستان برگزار میشد، در چندین مکان مختلف دنیا برگزار شد، بس های زیادی صورت میگرفت. از اونجا که پاکستان نمیخواد که افغانستان بالاخره صاحب یک نظام سیاسی باشه، بالاخره نظام سیاسی مستقلی باشه که در اختیار افغانها باشه، طبیعیه که به این هم خوش نیه که افغانستان با هند رابطه دوستانه داشته باشه از پاکستان و از هند بالاخره کمک های اقتصادی دریافت کنه یا هم کمک های نظامی. او همیشه میخواد که افغانستان دستی به سوی پاکستان دراز باشه، همیشه مردم افغانستان در پاکستان مهاجر باشن و همیشه پاکستان برای افغانستان تعیین تکلیف بکنه که افغانها باید چی بکنن و چی نکنن. تشکر. بسیار سپاسگزارم مهمان عزیز محمد فرامرز، آقای مسائل سیاسی، و ضیا رفا خبرنگار، و طالب مظفری فعال مدنی، و حسن یلمانم فعال مدنی. بینندگان عزیز، برنامه این هفته ای بود. تا برنامه دیگر شما را به خدای پاک می‌سپارم.